η κυρία Λιόιτι. A resolution on Iran and its nuclear program. We have a joint motion for resolution from five groups after para one. Now we vote on the original text, para six, in two parts. First part, those in favour, those against, abstentions, carried. Okay, with that oral amendment, let's put it to those in favour, against, abstentions, carried. محورهای اصلی قطعنامه مصوب پارلمان اروپا که شورای وزیران را به اجرای دقیق تحریم ها علیه اهداف در نظر گرفته شده فراخوانده بدین قرار است. پارلمان اروپا این قطعنامه را با در نظر گرفتن قطعنامه های پیشین خود در مورد رژیم ایران، با در نظر گرفتن گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در 8 نوامبر 2011 در مورد اجرای توافقنامه آژانس با رژیم ایران و قطعنامه های شورای امنیت در این زمینه، با در نظر گرفتن قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاریخ 18 نوامبر 2011 علیه رژیم ایران و با در نظر گرفتن نتیجه گیری های اعلام شده در نشست های شورای وزیران اتحادیه اروپا در 14 نوامبر، اول دسامبر و 9 دسامبر 2011 تصویب می کند. پارلمان اروپا درباره تخلفات رژیم ایران از قطعنامه ها و قوانین بین المللی این موارد را خاطر نشان می کند. رژیم ایران کماکان از اجرای التزامات بین المللی مندرج در قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد و آخرین آن قطعنامه 1929 و تمامی خواست های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمله دسترسی کامل و بی قید و شرط آژانس به تمامی سایت ها و تأسیسات اتمی آن سر باز زده است. گزارش نوامبر 2011 منتشر شده از سوی آژانس نگرانی های جدی در مورد ابعاد محتمل نظامی برنامه اتمی رژیم ایران را ابراز می کند. در دسامبر گذشته رژیم ایران تهدید به بستن سنگه هرمز کرده و از همین رو در سراسر منطقه وضعیت نظامی به حالت آماده باش بالا در آمده است. رژیم ایران با شروع غنی‌سازی در تأسیسات فردو قم التزامات خود را یک بار دیگر نقض کرده است. نظر به موارد یاد شده در بالا، یک، پارلمان اروپا تکرار می کند که خطر تکثیر اتمی در برنامه اتمی رژیم ایران همچنان منشأ نگرانی جدی اتحادیه اروپا باقی می ماند و عمیقاً نگران گزارش آژانس در این زمینه. دو، پارلمان اروپا تشدید فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم توسط رژیم ایران را که نقض 6 قطعنامه شورای امنیت و 11 قطعنامه شورای حکام آژانس می باشد به شدت محکوم می کند. سه، پارلمان اروپا از تدابیر اتخاذ شده توسط شورای وزیران اتحادیه اروپا در زمینه بخش مالی و تحریم نفتی و تحریم‌های افزوده علیه نهادهایی که تحت کنترل سپاه پاسداران رژیم ایران هستند حمایت می‌کند و خواهان اجرای دقیق این تحریم‌ها علیه اهداف در نظر گرفته شده می‌باشد. 4، پارلمان اروپا تهدیدات رژیم ایران برای بستن سنگه هرمز را قویاً محکوم می‌کند. 5، پارلمان اروپا حمله به سفارت انگلستان در تهران در تاریخ 29 نوامبر 2011 را قویاً محکوم می‌کند. 6، پارلمان اروپا رژیم ایران را فرا می‌خواند که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملاً همکاری کند و به تمامی موضوعات معوقه پاسخ دهد.
به ویژه آن دسته که مربوط به ابعاد نظامی برنامه اتمی است.